این اومدن با شرکت بنادر کشتیرانی ما یا با شیلات ما یا با مجموعه بعد بخش اینا اون چیزی که سید میکنن میدن به ما یا یه اجاره به ما میدن اجاره میدن دیگه همین ببینین روش های مختلفی هست یا ما شریک هستیم تو اون یا اجاره میدن یا شرکت های ایرانی ان از کارگزار چینی استفاده میکنن انواع روش اینو من به شما بی ربط گلایه بکنم اگه اجاره است که اصلا من الان چیز شدم معذب شدم من دریا رو اجاره نه 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 نه, نه. دریا رو اجاره نمیدن اجازه سید میدن بهشون نه اینکه بگن آقا این همش مال تو برو هر چی میخوای بکن خلاص فرمودید اجاره اجازه سید آها اجازه سید نه اینکه در قبال چی در قبال یه پولی میگیرن دیگه خب میشه اجاره دیگه نه دیگه اجازه سید مگه کشورهای دیگه شما در همه جای دنیا اجازه میدن که در سواحلشون اونجایی که خودشون نمیتونن ازش استفاده بکنن دیگران ما میتونستیم ما صیاده ها میرفتم ماهی میگرفتم نه اون خصوصی در این حوزه ندارم اما این کار یه کار غیر مرسومی نیست من از رئیس محترم شیلات خواهش میکنم که تشریف بیارن به برنامه‌ام چون من قانع نشدم واقعیتش یعنی وقتی که چرا قانع نشدی؟ برای اینکه آقای دکتر اونجا اون همه صیاد ایرانی داریم اصلا روزیشون از این راه میگذره ماهی 150 سال عمر نمیکنه ولی اونا حد اکثر 60 70 سال عمر میکنن یعنی ما این چینی ها رو بگیم بیاین اونجا ماهی بگیرید این بنده خدا از کار زندگی بیفتن من قانع نه ببینید اینو بعد از شرکت شیلات درست سوال کنید ولی نه اینکه قانع نشین ببینید اگر ما یه امکان خب اگه قراره به زور قانع شم که اصلا نیاد نیاید من قانع شدم نه این که میگه قانع نشدم یعنی یه اتفاقی افتاده ببینین اگر ما نتوانیم در عمق 200 متری صیادی بکنیم و بریم با یکی دیگه مشارکت بکنیم برای صیادی اونجا یه قسمتی از درآمدشو بگیریم این که عیبی نداره اگر نتوانیم صیادی بکنیم بریم یه شرکت ایرانی رو مسئول بکنیم که بره با یه شرکت خارجی برنامه‌ریزی بکنه بیاد صیادی بکنه اینم که اشکال نداره این اتفاقا میفته